سلام بچه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه وردی الپی هستم خوش اومدید به پارت دوم بازی اینترنت کافه سیمولیتور البته در اصل پارت سومش میشه ولی تو این سیستم که داریم بازی میکنیم میشه پارت دوم چند تا بچه راجع به پارت یازدهم همه استریم لایف سیمولیتور هی سوال میکنند که این پلی پارت 11 رو زمانی میذارم که پارت 9 و 10ش به 100 تا ویو یا بالاتر رسیده باشه حتما قبلش نمیذارم گیم این پلی پارت 11 همش به خاطر اینکه ریکورد کردن اون بازی و درست کردن این پلی ازش خیلی کار سختیه اونایی که این بازی رو دارن انجام میدن میدونن که داستانش چی جوریه بچه ها یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما باخبر بشید بیاید ویدیو رو ببینید و کلی حال کنید باش لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن زیر همین پست براتون نوشتم یه سری از ویدیوها رو نمیتونم تو یوتیوب منتشر کنم میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید بدون معطلی بریم سراغ پارت دوم خب من از کانتینیو بازی که اومدم اومد از تو خونه خودش دوباره یه دونه قرص میبینم اینجا این قرصه چه معنی میتونه داشته باشه بغله قاب عکس یعنی حالا این خیلی مهم نیست بریم اول یه غذا بخوریم فکر کنم یخچالم هم خالی خالی باشه بعدش بریم سر کارمون دیگه این دفعه دیگه میخوام تقریبا کافینتو را بندازم و چیزای باحال بذاریم توش گرسنگیش هم که اوکی شده و بریم سر کار بازم یه سوال دیگه برای من پیش اومده که چرا تو بازیای این شرکت من همیشه طبقه خونه بالاه چرا یه خونه همکف به من نمیدن من راحت برم و بیام بازی هایی که این شرکت میسازه انگار یه دونه شهره ولی محله های مختلف و شغل های مختلف توش هست من اینو دیگه تقریبا دارم مطمئن میشم که این بازی توی یه شهر همش چون محیطایی که توش داریم بازی میکنیم خیلی شبیه هم دیگه خب میریم توی کافینتمون چرا دوباره همه چی رفته فقط من این کافینت رو راه انداخته بودم و کلی چیز توش گذاشته بودم چرا دوباره رفته از اول همه چی من اول برم این نگاه بکنم ببینم این دستفروشایی که بیرون بودن چیا دارن برای فروختن چی میتونیم مفت ازشون بخریم بیا همین الان من هم میخواستم کیس بخرم خوب شد نخریدم این مفت یه دونه کیس بهمون داد شاید بتونم از همینجا تمام وسایل جمع کنم یه دونه هدست دخترونه هست حالا اینم میخرم به دردم میخوره فکر کنم میز و کیبورد و اینجور چیزها رو مثلا بعد از اونجا بگیرم یه دونه موس هم این ور داره نگاه کن موسه به این کوچیکی رو میذاره تو چه جعبه ای آخه واسه چی این کارو میکنی دادش وسایل به درد بخور دیگه کی میاری من خیلی چیز میز لازم دارم اینم که دزده دیگه این دوزه رو من با باتون میزنم لط و پارش میکنم حتما خب اینجا هم یه سری غذا داریم که فعلا به کارم نمیاد هستن دست دیگه چیزی نداره بقیهش رو باید برم از تو کامپیوتر بخرم یه میز میخوام یه دونه مانیتور میخوام یه کیبورد که بتونم کار را بندازم دیگه خب اول باید بیایم تو زاموزور خریدار رو انجام بدیم کامل که خیلی چیز میز میخوام تو اون پارت قبلی که گذاشته بودم یه صندلی مفت خریده بودم عالی بود و حیف شد واقعا سیف نشده بازی خیلی ناراحت شدم سر این موضوع ولی سری دوباره همه چی رو برمیگردونم به حالت اولش این صندلی هدست هم خریدم کیبورد ندارم یه دونه کیبورد 350 دلاری موسم که دارم لپتاپ نمیخوام مانیتور میخوام یه دونه مانیتورها چقدر قیمتا بالا چه خبره بابا 1490 دلاری ارزون ترینشه دیگه فعلا یه دونه از همین میخرم میزم ندارم میزم قیمتو بالا چقدر همه چی گرون شده نمیدونم چرا گرونا رو این میذاره اون بالا انگار میخواد زودتر بفروشه ارزونا رو میاره میذاره پایین معمولا باید برعکس باشه اینکه میز تحریر اصلا رفتی به کامپیوتر و اینا نداره فکر کنم روی هر میزم یه دونه سیستم بیشتر نمیشد بذاری برای همین این دفعه دیگه میز بزرگ نمیخرم تلویزیون و پوستر و اینا هم که فعلا نمیخوام دیگه همه چی تا اینجا اوکی شد بیا سری برگشتیم به پارت قبلی خب تا وسایل میاد برسه من این ذره برم مردم و اینجا بزنم هرسم و روشون خالی بکنم اون دوزه کجاست یه دونه دوز من دیدم این دورو برا بود یه چیزی هم که هنوز تو این بازی من نفهمیدم این هپینس رو سر مردم چی داره به من نشون میده مثلا اینا ناراحت باشن یا خوشحال چه فرقی واسه من میکنه چه تأثیری تو روند کار من داره 300 بار من این مسیر رو رفتم اومدم و علکی الکی دوباره همش رو باید برم بیام هی خب پولمونم از از 10000 دلار سری رسید به 320 دلار رو فکر کنم دیگه هیچی نمیتونم بخرم این از دو تا ماینرم اول میرم اینا رو وستشون میکنم این پشت یا یه جای دیگر رو برای ماینر رو انتخاب کرده بودم اون موقع اینجا فکر کنم بهتر باشی کسی زیاد سر در نیاره ما داریم چی کار میکنیم این دورو و ماینر رو که باشه خیلی بهتر آقا وای نست در کافینت من این شکلی مشتری ها رو میپرونی و رو تو با این قیافه یه دونه ماینر دیگه هم دارم که اینم می میکنم اینجا چجوری روشن میشد ماینر رو تو هم باید بکنم ولی هیچی من فعلا ندارم توی پروفی تو پروفیتو چی بذار ببینم داره ماین ما میشه چیزی اگه این امانت زیاد چه داره ماین ما میشه بله داره میشه اینجا انگار نمیخواد اکتیف کنی چیزی و برم وسایلم بیارم تو ماینرا ما خودشون اکتیف شدن دیگه حالا خریدار رو دوباره باید ببرم بچینم این قسمت ها رو خیلی سریع میکنم تو ویدیو چون دیدید دیگه پارت قبلی و خب بریم سیستم رو اینجا را بندازیم و دیگه مغازه رو باز کنیم که مشتری بیاد تو فقط یه دونه کامپیوتر اینجا دارم که هنوز هیچکی باش کار نمیکنه ولی اکتیوه حالا باید مغازه رو باز کنیم مغازه باز باز سیستم ران ماینرارم هم که خریدیم فقط پولم خیلی زود تموم شد من نمیدونم چرا آشپزخونه رم بتونم را بندازم خیلی حال میده و خیلی پول تو غذا هست بذار دو تا مشتری بگیریم ببینیم چی میشه دیگه تا مشتری میاد بیا تو من یه دونه گدا بکشم فعلا آقا وای نست دادم به در مغازه من دیگه دادش چند بار بت بگم چند دفعه بت بگم که این کارو نکن من این کار بدم میاد اه زانو زد یارو غیب شد چه اتفاق عجیبی واقعا ندیده بودم تا حالا همچین صحنه ای آقا اینو چند میدی از این کیسه هم خوشم میاد یه ذره باید مردم رو اذیت کنیم تا مشتری ها بیان دیگه نمیشه اینجوری چه ضربه حرفه ای بابا بارا باز هیچ کس هنوز نیومده این سمتی فکر کنم مردمو که اذیت میکنم با باتون وای میسم دم در مغازه که نمیاد تو دیگه این خیلی طبیعیه از توم رو اصلا قایمش کنم اون زیر تیارم ببرم بذارم اونور یکم مغازه رو روخ بهتری داشته باشه اول بازی یه آشغال رو صندلی من افتاده بود یعنی این کامل برنگشته از اول اول از یه جایی اومده ولی من این خریدار رو, رو کرده بودم نمیدونم چرا اینجوری شده از تا یکی میاد بشینه کار کنه با کامپیوتر یه چخت تو اینترنتش بزنیم ببینیم چه خبره اینجا چیا داریم زاما زور که فعلا پول ندارم خرید کنم آیسی دیزاین چیه میتونیم پوستر بزنیم به دیوار و کف و اینا رو یه ذره دیزاین کنیم توی کافینه تو این که هیچی آی استور چیه آها از تو آیسی سی استور باید آنلاک کنیم این قسمت هایی که الان لاکنو بیلز چیه اینم که اصلا علاقه بهش ندارم من تو هیچ کدوم از بازی ها اینا رو پرداخت نمیکنم معمولا خیلی چیزای مهمی نیستن کامپیوترز که یه دونه سیستم بیشتر ندارم هنوزم هیچ کاری نکرده کریپتو پول ازش در وردیم فعلا 181 هنوز خیلی ضعیفه بذار اینا رو بفروشم ببینم چقدر میشه چرا پول و نمیزنه رو مانیتور دیگه مهمتر از پول من یه چیزی داریم اینجا از این والپیپر هم اصلا خوشم نمیاد میتونم والپیپر هم عوض کنم یه چیز باحال تر بذارم این باحاله داره لباسش اوتو میکشه چقدر باحال اینم هم خوشم هم میاد وال پیپر باحالیه اسکرچ هم وینم این هایی که توش پول میبری یا میبازی و اینا ورکرز کیا رو میتونیم استخدام کنیم اینجا شف و بادیگارد بادیگارده چقدر پول میگیره 154 دلار 799 دلار یعنی چی این من نمیفهمم سلایتم هم که فعلا چیزی برای فروش نداریم توتوریالز چیه میگه که اگه بخوای پول در بیاری با ماینرات بعد نصبشون کنی تو مغازه میتونی اونا رو از اون آدمه که اونجا بخری بیت کوین هایی که ماین میشه با ماینرات خودش اتوماتیک اد میشه تو اون برنامه ای که تو کامپیوترت هست میگه که وقتی که پلیس میاد چک کنه مغازه تو بعد حواست باشه ماینرا رو قایم کنی چون اگه ماینر رو ببینه تو مغازه جریمت میکنه حتما چقدر جالب اینو نمیدونستم خوب شد خوندیم اینجا رو میگه اگه ماینرات خاموش باشن وقتی پلیس میاد تو مغازه کاری باهاشون نداره ولی ولی اگه کار کنن گیر بهت میده دیگه خب اینو خیلی خوب شد که فهمیدیم ولی من اصلا پلیس را نمیدم تو مغازه اوه اوه اومد یکی انگارم الان دیگه چی داشتیم تو توتوریال تو کاستومرز هم میگه آدمایی که میان تو مغازت باید خوشحال باشن و اینجور داستان ها چیز خیلی مهمی نبود کلا چیز خیلی خاصی اینجا فعلا نیست دو تا چیز لاک داریم که باید بریم بخریمشون دیگه پرایس لیست هم که مهم نیست هیچ کس ولی تو مغازه من هنوز نیومده نمیدونم چرا خوششون نمیاد این کافینت میتونم برم بخوابم یه بیدار فردا دوباره بیام تو بازی بریم یه استراحت بکنیم برگردیم فعلا احساس میکنم داره خسته میشه حال حوصله آه و ناله های اینو دیگه ندارم میخوام سر حال بره سر کار واقعا این شعار من همیشه کاراکترهای بازی باید سر حال برن سر کار اخاب داداش فهمیدم مشکلی که اون موقع پیش اومده بود چی بود تو این بازی هم باید بیای بخوابی تو بازی سیو بشه من این کارو نکرده بودم اون موقع متاسفانه خب در یخچالم که از دیروز باز مونده و فکر کنم همه چی ترکیده ولی پیتزا رو خوردم دیگه هر جوری که بود خب برم ببینم اصلا وسایلم هست هنوز اونجا یا دزدیدن همه رو بردن الو هیچ کس هنوز اینجا نیومده کدوم پیناموسی اومده این قواشخال ریخته اینجا خاک تو سر بی چه آدمای آشخالی واقعا باید در قفل کنم برم اصلا همه جا رو باید ببندم کی اومده اینجا ریده رفته آخه این چه کاریه میکنید این همه جا این همه خیابون این همه کوچه این همه سطل آشخال باید بیاید برینید تو مغازه من برید آخه الان میرم همهشون رو با باتوم لت و پار میکنم اون بیرون البته بریم مردم رو زیاد بزنی انگار کسی نمیاد تو مغازه این کارو دیگه نمیکنم من اون بیت کوینامو گرفتم چرا پولم همون 321 دلار مونده هنوز یه گدایی داره رد و بدل میشه دوباره اونجا دمه ده. بدن ببینم ماینرا ما اصلا کار میکنن شاید اصلا وصل نیستن اه. سلام شما کی اومدی تو چی کار داری میکنی گفتم این صدا از کجا داره میاد ببینم چی کار داری میکنی اینجا ا این چه کاریه خاک تو سرت این چه حرکتیه داری میکنی اینو نگاه اومده چه نگاهی میندازه آیسا ببینم با اینکه عکس تو تاب نیل بازیه ولی دلیل نمیشه هر غلطی دلت میخواد بکنی یا دستش از این ور اومد تو از تو به کشاش خواد برو گم شو کسافت 458 دلار خوب پول میدن انصافا واسه کار با کامپیوتر 120 دلار بهم داد این باتومه باید دم دست باشه این باتومه باید دم دستم باشه خیلی کار دارم باش اینا از کجا میان اصلا کسی نیومد تو مغازه من یه دفعه ظاهر میشن همشونم هم عشق این سایت ها خاک تو سرتون کنن اسکل کمتر بزن موس و کیبوردو و ببینی کجاست <applause> نمیذارم بیای بیرون اینجا البته اینا که براشون مهم نیست اصلا انگار از تو در و دیوار رد میشن خب اولین مشتری ها رو گرفتیم خدا رو شکر فعلا یکم پول در بردیم اوه اوه پلیس داره میاد خبری نیست اقا تعطیل هیچی نداریم ما بیا آقا بیا کارداری بیا تو اینا واقعا میان تو من ندیدم اون دوتا قبلی رو چقدر بی کیفیت مانیتوره باید حتما عوضش کنم حتما کیفیت کارو من میبرم بالا اینکه حالش داره به هم میخوره اصلا سیستم ولی همین هم از سرت زیاد انصافا سیستم بدی نیست چهار تا رم داره سه تا فن داره اینجا پاور قوی چرا کیفیتش بده به چی میخندی داری بازی میکنه دیگه آدمایی که میان تو مغازه ما همشون هم گفت بچه ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید امیدوارم که از این گیم پلی هم خوشتون اومده باشه درست حالا برگشته بود از اول ولی اتفاقات جدید توش افتاد یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید میذارم شما با خبر بشید بیاید ویدیو رو ببینید کامنت بذارید لایک کنید کلی حال کنید یادتون نره که دو تا پارت آخر بازی استریم لایف سیمولیتور رو به 100 تا برسونید که پارت 11 کلی حرکت خفن میخوایم بزنیم خیلی مراقب خودتون باشید خدا